سلام یک شنبه یک فروردین 93 20 اپریل 2014 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه 28 تن از زندانیان سیاسی بند 350 رنج ای رو خطاب به آقای روحانی نوشتند گزارشی از آنچه که در پنج شنبه سیاه پنج شنبه گذشته اتفاق افتاد رو ذکر کردند با گزارش هایی که بیرون اومده از زندان از جمله صدای یکی از زندانیان که رادیوی بی بی سی پخش کرده تلویزیون بی بی سی و مجموع گزارش ها در مورد حادثه دیده میشه که این بار به بهانه بازرسی لباس شخصی ها مجهز به دوربین و وسایل به بند 350 رفتن و در یکی از اتاقها وقتی که زندانیان خواستند کنار تختشون در, موقع بازرسی بمانند به دلیل حوادثی که قبلا اتفاق افتاده ناگهان شروع به ضرب و شتم بیرون کشیدن اونها و به قصد کشت کتک زدن زندانیان کردند و وقتی سایر زندانیان با سر و صدا از هواخوری آمدند و اعتراض کردند اونها رو هم به باده کتک و زدن گرفتند تونل انسانی درست کردند زندانی ها رو کتک زدند مجروح کردند و به بیمارستان چند نفر منتقل شدند دو نفر به بهداری و با بقیه هم به انفرادی خانواده های زندانیان سیاسی با در دست داشتن عکس های عزیزانشون دیروز شنبه در مقابل دادستانی انقلاب تهران تجمع داشتند و خواستار خبر گرفتن از حال عزیزان زندانیشون شدند ده نفر از زندانیانی رو که به انفرادی برده بودند برگشتند به بند و اونها خبر دادند که بقیه که در انفرادی هستند دست به اعتصاب غذا زدند پنج نفر از زندانیان رو تلفن اجازه دادن به خانوادهشون بزنن و اونها در تلفن مطرح کردند که خود حضرات پزشک آوردند نمیگذارند پزشک زندان هم رسیدگی کنه برای اینکه مقدار ضرب و شتم رو خودشون به اصطلاح گواهی بدن و گزارش تهیه کنن هفتاد و چهار زندانی سیاسی هم شهادت نامه ای رو خطاب به دادستان تهران امضا کردند و در اون همراه با اسامی مجروحان شرح حمله رو با جراحاتی که به اونها وارد شده به هر یک از مجروحان وارد شده ذکر کردن به این ترتیب دیده میشه تکذیب رئیس سازمان زندانها ها موضوعی است حسب معمول دروغ گویانه و مکارانه و این فاجعه ای که در زندان اوین اتفاق افتاده موجی از اعتراض رو در خارج از ایران سازمان های بین المللی رسانه های خبری برانگیخته همینطور هم در داخل ایران بعد از خانواده ها به تدریج جناح های مختلف سیاسی مجامعه مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی متوجه این ماجرا موضوع دوم اینکه بورس تهران دیروز شنبه با سقوط باز هم 400 واحدی بیش از 400 واحد در طول یک هفته 4000 واحد سقوط کرد مسئله ترکیدن حباب بورس از مواردی است که سهامداران کارخانجات و شرکت های موجود در بورس رو به شدت تهدید میکنه آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم عنوان کرده که نوسانات دلار موقتی است و ثابت خواهد شد با سقوط ریال در مقابل ارزهای خارجی دلار به 3200 تومان هم رسید و در واقع آقای سیف وعده کرده که اون رو به جای اولش برمیگردونه دور بر 3000 تومان شهرداری تهران هم اعلام کرده که چهارصد مسجد میسازه معلوم نیست این به کجای کار شهرداری ربط داره موضوعی که طی سالهای سال مردم خودشون انجام می‌دادن و نیازی به دخالت دولت یا نهادهای دولتی نداشت موضوع سوم که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرده که مذاکرات با آمریکایی‌ها ها از زمان احمدی نژاد آغاز شده بود او همینطور خبر داده از اینکه مسئله راکتور آب سنگین عراق حل شده و قرار شده که توافق شده تغییراتی در قلب راکتور داده بشه تا تولید پلوتونیوم در راکتور به یک پنجم کاهش پیدا بکنه رقیق سازی اورانیوم ذخیره 20 درصدی هم طبق قرار داده ژنو نیمی از اون باید رقیق می شده به قلزت های پایین می اومده 103 کیلوگرم که اعلام شده انجام شده و نیمی دیگه هم باید اکسیده می شده تا فقط به مصارف پزشکی و مهندسی بتونه برسه ظاهرا ایران اعلام کرده که هر دو کار رو انجام داده موضوع چهارم اینکه آقای خامنه ای صحبت کرده دیروز و در خصوص برابری زن و مرد گفته این یک غلط غربی است آقای خامنه همینطور مطرح کرده که باید از مسئله اشتغال زنان و برابری جنسی فاصله بگیریم نظر اسلام به گفته ایشون این نیست و مطرح کرده ایشون که خداوند از لحاظ جمعی و عاطفی زن رو برای منطقه ویژه از زندگی آفریده اینجور حرف ها تازگی نداره تقریبا متحجران ترین و عقب افتاده ترین نظریات آقایون روحانیون در خصوص زنها همین است که آقای خامنهی گفته و از چهل سال پیش هم حداقل بنده یادمه که متحجرترین اخشار مذهبی این حرفها رو میزدند همین اصطلاحات و همین استدلال ها رو هم به کار می بردند و مثل آقای خامنهای در همین صحبتش هم در انتهاش سر از دفاع از تبعیز جنسیتی در مورد زنها در می آوردند کمان که آقای خامنی هم از تبعیز جنسیتی در دانشگاه و در اشتغال و کار به این ترتیب دفاع کرده با این حرف ها آقای خامنه دیده میشه که حرف های سخیف بی ارزش و متحجرانه که امام جمعه ها یا این مداها ها یا پاره ای از مسئولین سپاه این روزها مطرح میکنن و روز به روز هم گشریتر و سطحیتر میشه ریشش در خود آقای خامنه است و در واقع دنبال جای دیگه ای نباید گشت ایشون یکی از اون کسانی است که با این قبیل حرفا نشون میده که اون حرفهای جوونیش رو که میزد ظاهرا برای سرد و گرم روزگار و همون دوران بوده و اگر نه کنه دل آقای خامنه ای یا مسلحت سیاسیش برای همراهی با این گشری های پشتیبانش ایجاب میکنه که امروزه اینطور هم نوابشه بشه با عقب افتاده ترین عقاید فرمانده ی نیروی زمینی سپاه سردار خاکپور هم جواب آقای روحانی رو در مورد عدم دخالت در سیاست داده و عنوان کرده که اگر سیاسی بودن به معنی تعهد و بصیرت هست سپاه صد در صد سیاسی است از اون مقلته هایی که آقایون مطرح کنند و گفته که اما سپاه خط قرمزش حزبی بودنه معلوم نیست حزب شاخ و دم نداره که سپاه در واقع خودش یک حزب بزرگ سیاسی شده آقای نوزر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم عنوان کرده که جمشید دانایی فرگروهبان جمشید دانای فرد کشته نشده بلکه در پاکستانه و جیش العدل میخواد بر سر او معامله بکنه موضوع پنجم اینکه مخالفین بشار اسد عنوان کردند که در همین سال 2014 تا در این سه ماه و که گذشته 14 مورد رژیم اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده که تا کنون ده ها زخمی به جا گذاشته اما کشته نداشت موضوع آخر اینکه جناب جوان فکر مشاور فرهنگی آقای احمدی نژاد مطرح فرمودند که علت انتخاب اوباما در آمریکا روشنگری های احمدی نژاد بود چون احمدی نژاد چهره جهانی و محبوبیت جهانی داشت و حرفاش مردم امریکا رو تکون داد و رفتند به اوباما رای دادن آقای نبویان شاگرد مصباح یزدی هم فرمودند که روحانی نمیگذاره ما حرف بزنیم و او یعنی آقای روحانی پیرو به جین شارپه که جین شارپ خودش خشونت رو محکوم میکنه ولی میگه که خودتان خشونت بکنید معلوم نیست کجا جین شارپ این حرف رو زده و آقای نبویان این رو از کجاش درآورده اندکی صبح صحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی